بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان، دیریست که از خانه من در کویر دور نامی و پیامی نیامده است. دیریست که چشم همیشه دوخته بر راه من به شب در را به چهره آشنای کسی نکشوده است. دیریست که از دشت بیکرانه سرزمین من سبزی نهال سخنی سر نمی زند و از دود کش بام های خانه هایشان جز دود ناله و هرمان به هوا سر نمی کشد. دیریست که در لحظه های شورش درون جز نام تو در ذهن مکرر نمی شود. دیریست که دو دست نحیف عاشقانه ام نقشی سوای نقش رخ تو نمی کشد. آن روز و سال و ماه و همه روزهای من، آن یاد و بود و سرود و همه خوبهای من، آن گفت و شنود و همه حرفهای من، آن دید و ندید و همه شعرهای من، آن شاپرک و یاس و بهار و عقاقیا، آن کوچه باغ یاد و خم و پیچ جویها، آنها همه رفتند و هنوز از سرای من نامی و صدایی و پیامی نمی رسد. آقای مدنی، شما فردای ایران رو چگونه می‌بینید؟ فردای ایران رو روشن، فردای ایران رو بسیار امیدبخش. ما در مدتی که خب پس از انقلاب خیلی بدی‌ها دیدیم، خیلی سختی‌ها کشیدیم، قاطبه ملت ایران به خصوص کسانی که در درون هستند، ولی خیلی چیزا هم یاد گرفتیم و عشق به ایرانیگری، علاقه به میهن و اینکه وطنی باید داشته باشیم، اگر دیروز نهفته بود و ناپیدا، امروز هر کس لمسش میکنه. مردم جونشون به لب رسیده، مردم خودشون حرکت شروع کردن و این رژیم خواهند انداخت، ولی اون روزی که مردم اگر یک نظم و نظامی در مملکت نباشه، خدای نکرده، شما فکر کنین که تمام مردم ما، تمام خانواده های ما، هر یک به یه نوعی به نحوی ضربه خوردن از این رژیم. میخوام برم به خونه، جایی که مال منه، دلیل زنده بودن از این زنده بودنه. با درود فراوان به شما بیننده برنامه کوچه ایرانیان از تلویزیون ایران فردا هستید. در این هفته نیز بررسی فعالیت 30 سال قبل اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور را ادامه می دهیم. همانطور که قبلا اشاره کردم، 30 سال پیش اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور در صحنه بود و امیدهای فراوانی به بازگشت کوچ کنندگان ایرانی وجود داشت. اما این را یادآور شوم که در طول این 35 سال هرگز اپوزیسیون ایرانی یک آلترناتیو ارائه نداد. فقط قشر محدودی از سلطنت طلبان بودند که شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان آلترناتیو مطرح می‌کردند که آن هم با گروه‌های دیگر به توافق نمی‌رسید. و همانطور که هفته قبل از قول آقای دکتر علی امینی اشاره داشتم، خود ایشان هم، یعنی خود شاهزاده هم، بر این عقیده بودند و هستند که اگر روزی ملت ایران در انتخاباتی آزاد ایشان را انتخاب کردند، آن وقت پا جلو خواهند گذاشت، که این خود یک عملی است دموکراتیک و هوشمندانه. بگذاریم. در برنامه هفته قبل، یعنی کوچه شماره 21، نگاهی داشتیم به دیدگاه دکتر علی امینی که در آن زمان جهت براندازی رژیم ملایان کاملا فعال بود.
همچنین با دیدگاه دکتر حسن نزیه که به عنوان یک جمهوری خواه بر ضد حکومت کنونی ایران فعالیت میکرد آشنا شدید. در این هفته می‌نشینیم پای صحبت دو شخصیت نظامی فعال در 30 سال پیش که متاسفانه هر دو آنها نیز دیگر در قید حیات نیستند. تیمسار دکتر احمد مدنی و تیمسار معین‌زاده. یادآور می‌شوم که این نظامیان با بودجه‌ای که به نحوی تهیه کرده بودند مبارزات خودشان را در خارج از کشور ادامه می‌دادند. هر دو این افسران برای دکتر شاپور بختیار نیز احترام فراوانی قائل بودند و از راهنمایی‌های او بهره می‌بردند. البته تفاوت شخصیتی زیادی هم بین این دو نظامی به چشم می‌خورد. در آغاز به مصاحبه 30 سال قبل با تیمسار احمد مدنی توجه فرمایید. این مصاحبه قسمتی از تاریخ شفاهی دوران غربت نشینی ما ایرانیان در خارج از کشور است که به بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تعلق دارد. آقای مدنی، خیلی خوشحالم که شما چند دقیقه از وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانیان میدید. چطور شد که شما پاریس نشین شدید؟ البته من پاریس نشین نیستم. اینجا قسمتی اینجا هستم، قسمتی آلمان هستم. بیشتر بین این دو کشور آن رفت میکنم. اصلا کارم مبتنی بر عدم تمرکز هست. او سعید، ولی فعالیت های شما پس هم در پاریس هست و هم در آلمان؟ نه، هم در کشورهای دیگر اروپایی. آقای مدنی، ممکنه شما این مقداری راجع به فعالیت هاتون در کشورهای اروپایی برای ما شرح بدین؟ البته نکته قدم روشن کرده باشم که اون چیزی که اصطلاحاً اپوزیسیون بهش گفته میشه صرفاً در خارج از ایران مستقر نیستن که ما همه فعالیتمون رو معطوف به اینا بکنیم و غافل از درون باشیم. عمده اپوزیسیون و کسانی که برای آزادی ایران تلاش میکنن در ایران قرار دارن و من همه توجه هم اینه که اون جمعیت رو دریابیم، اونایی که مبارزان حقیقیه در راه نجات ملت ایران هستم. به همین مناسبت اونقدر تلاش رو منحصراً معطوف به برون مرز نکردم. اینجا در مبنای عدم تمرکز در کشورهای مختلف یاران منتلاششون میکنن، هم در جبهه براندازی یعنی جا به جایی و به هر طریقشون مسائل تاکتیکی متغیر هست و هم در جبهه سازندگی چی نمیخوایم و چی میخوایم. در هر دو مسیر ما تلاش میکنیم. به همین مناسبت برنامه‌ریزیشون رو میکنن برای فردایی که باید سازندگی باشه. متخصصان کار خودشون رو میکنن و کسانی هم که باید به نحوی با درون ارتباط بگیرن و سخن حق رو به گوش ملت ایران برسونن و مبارزان صادقی که در درون هستن، معتقدان حقیقی، کسانی که براستی برخواستن در آغاز انقلاب و صادقاً در وطن پرستی، در اعتقاد به اصول انقلاب، اصول جمهوری و همه این مسائل، اینا کسانی هستند که از ایران فردا میاندیشند و هیچ وقت بیگانگی باشون نداریم. این هست که برد فعالیت و تلاش در میدان فعالیت هم درون مرزی است، هم برون مرزی و باز مبتنی بر عدم تمرکز. آقای مدنی، شما فردای ایران رو چگونه میبینید؟ فردای ایران رو روشن، فردای ایران بسیار امید بخش. ما در مدتی که خب پس از انقلاب خیلی بدی ها دیدیم، خیلی سختی ها کشیدیم، قاطبه ملت ایران به خصوص کسانی که در درون هستن، ولی خیلی چیزا هم یاد گرفتیم و عشق به ایرانیگری، علاقه به میهن و اینکه وطنی باید داشته باشیم اگر دیروز نهفته بود و ناپیدا، امروز هر کس لمسش میکنه. امروز همه کسانی که خارج از ایران هستن میبینن که اون وطنیست که برای اینا ارزش داره. سابقش شاید دیروز حس نمی کردن و اونقدری که امروز ما حس میکنیم نیاز داریم به ایران شاید دیروز حس نمی کردیم. به همین مناسبت این شور و شوق وطن خواهی و ملت خواهی و آباد کردن سرزمینی که مال ماست، خانه ماست، بیگانه نیستیم درش، در بسیاری بیدار شده و نتیجتاً فردا شما با انبوهی از مردمان عاشق که میخوان ایران رو آباد کنن روبرو خواهید بود که این نعمت بسیار ارزنده است و اگر چیزایی را از دست دادیم چیزایی را هم به دست آورد. آقای دکتر مدنی، شما خودتون در آغاز این رژیم همکاری داشتید. آیا
دلیل اینی که عشق این ملت رو در رابطه با کشورشون بیشتر میبینید چیه؟ میبینم اینجا من به این عبارت خیلی ناروا سخن میگم که حتی هیچ قبرستون این محل پذیرا نیست، تا این حد میخوام بگم. میبینیم که اینجا همه ما رو به دید بیگانه نگاه میکنن، میبینیم همه جا با همه چیزشون بیگانگی داریم و نه اونس. با همه اخلاصی که میخواییم در تلاش ها داشته باشیم، میبینیم هیچ جا جامون نیست. در مجموع عرض میکنم، خب در جایی که هیچ چیزش متعلق به ما نباشه و ارزش های ما حکومت نکنه و ما رو اونجور که هستیم به اون حد نپذیرن، ما در جایی میریم که همه این ارزش ها حکومت کنه، اون وطن ماست. اینا حالا فهمیدیم، دیروز شاید نمیدونستیم. پس شاید خمینی عامل اصلی این عشق به وطن ما بوده؟ کاملا بیدار کرده این حس وطن پرستی را. دیروز اونقدر آشکار نبود، بیدار کرده. و این حدش آیه دریادار مدنی در انتظار کمک اپوزیسیون خارج از کشور و احیانا داخل کشوره. شما خودتون شخصا برای نجات ایران امروز چه قدم هایی برمیدارید؟ البته قدم هایی که برای برگردانیدن یک حکومت ملی در ایران برداشته میشه، حکومت معتدل، که ما همیشه برنامه‌مون این بوده که این جا به جایی با کمترین خسران و با کمترین تلفات انجام بگیره. چون همیشه گفتم که ما خون رو با خون نمیخوایم بشوریم، ما میخوایم اگر جا به جایی میخواد انجام بگیره، به ملت ایران کمترین آسیب وارد بیاد، کمترین خرابی وارد بیاد. هر زیان امروز زیان فردای ملت ایران هم هست، هر خسران امروز خسران فردای ملت ایران هم هست. به مناسبت در برنامه ریزیامون که خیلی هاش خب من نمیتونم کاملا تشریح کنم، به خیلی مناسبات مسائل تاکتیکی رو نمیشه بیان کرد، نه این که نامحرم باشن، نیازه روا نیست گفته بشه، بلا هر ایرانی که امروز عاشق ایران هست محرمه، حرفی نیست. ولی خیلی از مسائل هست که نباید گفته بشه، فردایی تشریح خواهد شد. همون اندازه که سعی میکنیم در راه و روشمون از اصول ملتخواهی و امپرستی بیرون نریم، همون کفایت میکنه. خیلی مسائل نهفته باید نهفته باشه، مسائلی که امروز نمیتونیم بگیم نباید بگیم، اما در مجموع این رو من میتونم بیان کنم که حرکت به سوی نجات ایران هست و آینده روشنه. نمیگم فردا پس فردا، همچنین سخنی نمیگم، ولی میتونم قول بدم که این نظام افراطی موجود که بیگانه از خلق و خوی معتدل ایرانی است، نظامی که امروز نتونست سازندگی در ایران با وجود بیاره، نظامی که از اصول انقلاب منحرف شده، از اصول اسلام منحرف شده، از اصول جمهوری منحرف شده و با ملت بیگانگی داره در همه برنامه ها، قطعا این نظام سقوط میکنه. حالا لازم است به این سقوط سقوط خونین باشه، یه جا به جایی به سوی اعتدال هیچ اشکال نداره. سید از مردمان سازنده. سید پس اگر این رژیم از انقلاب منحرف نشده بود، شما مطمئنه امروز باشون همکاری میکردید؟ کاملا. آقای مدنی، من میخوام یک مختصر این مسئله بیشتر شکافته بشه و شناخته بشه برای بینندگان تلویزیون ایرانیان. ممکن بفهمید که فعالیت شما در خارج از کشور آیا نظامی است، سیاسی است و یا اجتماعی و یا اینکه اصلا در خط دیگه سیر میکنه؟ مبارزه همه بعدی است. برای اینکه شما موقعی که میخواید نظامی رو از افراط به اعتدال برگردونید، از ناسازندگی به سازندگی، از تخریب به حکومت ملی، از مسئله آفرینی به حل مسائل، شما هم در راه جابجایی یا واژگونی باید گام بردارید و هم در مسیر سازندگی. ما در جهانیم و خارج از جهان نیستیم، بنابراین مسائل قسمتی درون مرزی است، قسمتی برون مرزی است. زمینه که ما در درون باید گاممون رو برداریم، از لحاظ آگاهی ملت ایران، از لحاظ آمادگی ها، از لحاظ هستای مقاومت و هر طریق و از لحاظ یارگیری ها و بیدار کردن ها در ارکان حکومت، در عین حال باید به دنیا تفهیم کنیم که ما چی میخوایم و چی میگیم. و اینکه فردا ما به جای نه شرقی نه غربی، برنامه اون هم شرقی هم غربی خواهد بود، منتها با توجه به حقوق ملت ایران، با توجه به حقوق حقه ملت ایران. به این مناسبت به جهان هم باید بگیم چی میگیم و چی میخوایم و چه برنامه برای فردای ایران داریم.
این هست که در عرصه بین الملل تلاش میکنیم با شرق و غربش، هیچ اکراهی نداریم با هر کس تماس بگیریم، سخن حق رو بهش منعکس کنیم و میکنیم، با ملت ایران تماس میگیریم، با مذهبیش تماس میگیریم، با انقلابیش تماس میگیریم، با جمهوری خواهش تماس میگیریم، از هر قشرش تماس میگیریم و سخن حق رو منعکس میکنیم و میخواییم با کمترین تلفات، با کمترین خسران این جا به جای انجام بگیره. این باید به هر کس بینش بدیم و آگاهی بدیم و به سهم خودمون، من ادعا نمی کنم که خیلی کارا کردم، نه، به سهم خودم سعی کردم گامی بردارم و اون چی که انجام گرفته پنهان و آشکارش خیلی ناراضی نیستم. حالا اگر به نحو مطلوبی نتونستیم قدم برداریم ناراضی نیستم، شاید بتونیم آخر بار بگیم ما هم غافل نبودیم و به سهم خودمون قدمی برداشتیم. اون مدتی که شما در ایران سمتی داشتید هم ولایت فقیه وجود داشته، در اون مورد شما دیدگاه خودتون رو مطرح کرده بودید؟ مکرر در مصاحبه مکرر گفتم و گفتم که این ولایت فقیه با روح اسلام نمیخونه، به خصوص با شیعه مباینت داره و این بدعتیست که اخیراً عنوان شده، سابقه نداشت به این صورت و همین که برای مردم سالاری انقلاب ما نمیخونه. یعنی حکم قیومت ملته که محجور، مثل یه ملتی محجور هست و یه قیم احتیاج داره. ولی این نکته روشن کرده باشم که با عنوان ولی به معنی عامش، دانا به نادان حکومت میکنه، هر کس در زمینه تخصصش یه درایت نسبی داره. در یه مطبی که مریض به پزشک مراجعه میکنه، پزشک ولایت داره. در یه کارگاهی که کارگر به مهندس مراجعه میکنه، مهندس ولایت داره. تا یه کار تخصصی که هنرآموز به استادش مراجعه میکنه، استاد ولایت داره. در مسائل مذهبی هم روحانیون ولایت دارن نسبی، این هم دانا به نادان حکومت میکنه، اونم در زمینه منحصرا تخصص خودش، نه بیشتر. ولی 40 میلیون هم یک فرض لازم داره؟ اصلا اون معنی نمیده. در کار اجرایی کشور فقط تخصص و ضابطه، ضابطه این پاکی و کاردانی. صحیح. ممکنه شما یک مقدار راجب روابطتون با باقی سران اپوزیسیون در اروپا شرح بدین؟ ولی با کسانی که معتدلن و از ایران میاندیشن هیچ گونه تضادی ندارم، به معنی اولا تحمل میکنم همه رو، هر کس، همونطور که مسلمانم به هر نامسلمانی رو تحمل میکنم و عقیده من در موقعش باید مساوی با من باشه و هیچ فرقی نباید باشه. هم دارم زنی که خود من معتدلم، جمهوری خواهم، راه مصدق رو دنبال میکنم و جمهوری ملی رو دنبال میکنم، جدایی نسبی دین از حکومت رو معتقد هستم و روحانیون رو معتقدم که باید در مشغل خودشون باشن، محترم ولی در جای خودشون باشن، در این حال تحمل دیگران رو دارم. اما افراد تفرید رو که یکی وابستی به جناح بیگانه از ایران باشه و دیگری به جناح دیگری بیگانه از ایران، اینا طبیعی است که من اینا رو ایرانی نمیتونم خطاب کنم. کسی رو میتونم ایرانی بگم که همه چیزش با ملت ایران باشه و توجهش، راهش، روشش، تمام افکارش و تمام وجودش با ملت ایران و با وطنش باشه. اگه اینا باشن من همیشه رو تحمل میکنم، هرچند که با راه و روش من هماهنگی نداشته باشم. آقای دکتر مدنی، اگر شما تونستید قدرت رو در کشور به دست بگیرید، با اقلیت‌ها و احساس خود مختاری اونها چی کار بکنید؟ منظورتون اقلیت‌های نژادی یا مذهبی؟ من بیشتر نژادی رو عرض می‌کنم، مذهبی جای خود داره. ایران متعلق به همه است. فرهنگ ایران یعنی فرهنگ اقوام ملت ایران، همان اندازه که فرهنگ آذری متعلق به آذربایجانی است، متعلق به من کرمانی هم هست، همه اندازه که فرهنگ کردی متعلق به کردیست، متعلق به من کرمانی هم هست، یا بلوچی متعلق به کردیست و کردی متعلق به بلوچیست، همه ما این فرهنگ متعلق به فرد فردمونه و گرامیست و باید پاس داشته بشه. آقای مدنی، به ارتش ما لطمه بزرگی وارد شده، با ارتشی که امروز ما در دست داریم، یعنی با باقی مانده این ارتش، شما فکر میکنید چگونه میتونید در آینده کنار بیاید؟ البته یک ارتش ما طبیعی است، همونطوری که موقعیم وزیر دفاع ملی بودم در ایران و گفتم رسالتش تدافعی است و منحصران تدافعی، برای مبنا تجهیز باید بشه، چون آدماشو داریم، متخصصانشو داریم، اینا از بین نرفتن، بعضیشون از بین رفتن متاسفانه، ولی برای ارتشی که کیفی باید نپردازیم بهش
من این کیفی باید بپردازیم، معذرت میخوام، و کمی نپردازیم، بیشتر بخوایم واقعا آمادگی رزمی داشته باشه آدم، آمادگی تدافعی داشته باشه و ارتش ملی باشه، متعلق به فرد نباشه. ارتش دیروز، ارتش ملت، به اون مفهومی که باید پرورش داده نمیشد. و ارتش امروز بیه عبارت دیگه گیر دیگری داره، اما مردمش پاکن. من که عرض میکنم، منظورم رسالتش میبایست ملی باشه، یعنی ارتش ملی در تمام وجود تربیت بشه برای ملت، اذان ملت در راه پاسداری حقوق ملت. این ارتش رو آسان میتونید تنظیمش کنید، چون همه نیروی بالقوه وجود داره، مشکلی فردا نیست، به خصوص که ما میخواییم در خط تدافعی باشه و برای نظم داخل کشور. من در آغاز انقلاب پیشنهادی کردم که هنوزم بر همون پیشنهادم، وزارت انتظامات به وجود بیاد و این وزارت انتظامات همه امور انتظامی داخل کشور رو عهده‌دار باشه و ارتش دیگه به این مسائل نپردازه، رسالتش منحصران دفاع از ملت کشور باشه. من آخرین سوال خودم رو مطرح میکنم، شما فکر میکنید بعد از تغییر رژیم امکان این وجود داره که شما با دموکراسی بتونید در آغاز مملکت رو اداره کنید؟ اول معنای دموکراسی رو ببینیم چی هست. دموکراسی یعنی مردم سالاری، یعنی حفظ حقوق ملت. اگر شما با استحکام حفظ حقوق ملت رو کردید و پاسدار حقوق ملت بودید، این دموکراسی است. اما اگر اومدید حفظ حقوق ملت رو نکردید، وزیر لوای دموکراسی هرج و مرجی رو پدید آوردید، شما به حقوق ملت تاختید. نیست که ما از قشر بیایم بیرون و به مغز بپردازیم. طبیعی است در آغاز جابجایی حکومت باید منضبط باشه، محکم باشه، ولی پاک و ملی و حافظ حقوق ملت ایران. صحیح. پس من خیلی خوشحالم از اینکه شما وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانیان دادید و از این فرصت من تونستم قدری برای بینندگان خودمون استفاده بکنم. بنده خیلی متشکرم از اینکه محبت فرمودید و آرزو میکنم موفق باشید در راه نجات ملت ایران به سهم خود. متشکرم از شما. یادش گرامی باد. تیمسار مدنی یکی از شریفترین افسران ارتش بود که من از نزدیک با او افتخار آشنایی داشتم. یادم است که در دیدار با تیمسار جم در لندن، ایشان هم برای او احترام فراوانی قائل بود و شرح میداد که به یک دلیل بسیار واهی حکومت سابق با او به مخالفت برخواسته بود، یعنی چون در زمان فرماندهیش در خلیج فارس در موقع ورود برادر پادشاه به جنوب به پیشواز برادر پادشاه نرفته بود، به این دلیل ایشان را کنار گذاشتند و قصد اخراجش را داشتند که فریدون جم از تیمسار مدنی حمایت و پشتیبانی کرد و از برخورد شدید تر با ایشان جلوگیری نمود. دکتر مدنی بسیار ایران دوست بود. یادم است که روزی به من در لس آنجلس تلفن کرد که قصد بازدید از این شهر را دارد و من به غیر از مهمانی و جمع‌آوری فعالان سیاسی که به دیدن ایشان آمدند، ترتیبی دادم تا با همکاری آقای بروخیم که چندین کلاس زبان فارسی در لس آنجلس برپا کرده بود تا کودکان ایرانی به فراگیری زبان فارسی بپردازند، دکتر مدنی را به این مدارس بردیم و تیمسار با چه علاقه‌ای به دیدن فرزندان ایرانی در سرزمین غربت گزیده آمد و چقدر این عمل در روحیه همه ما تاثیرگذار بود. او حتی برای دیدار با جامعه ایرانی لس آنجلس از مراکز ایرانی نیز دیدار کرد و با مردم به گفتگو نشست. یادش گرامی باد. خب قبل از اینکه به فعالیت دیگر افسران ارتش بپردازیم، میبینم که یک بار دیگر به نوروز نزدیک میشویم و در بین جشن‌های نوروزی کنسرت مشترک ابی و گوگوش در دبی بیشتر از همه به چشم میخورد، چون تحت عنوان نوستالژی این دو از ایرانیان داخل کشور دعوت میکنند که به دبی بیایند. در اینجاست که رابطه ما ایرانی خارجی ها که دور از وطن هستیم با هموطنان داخل کشور بیشتر گره می‌خورد. خوشحالم که این گرد همایی بوی غربت و جدایی را به نمایش می‌گذارد و این دو هنرمند به خوبی آن را عرضه می‌کنند. یکی موند و یکی مون رفت، جهان ما دو قسمت شد،
یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شو، یکی مون از قفس پر زد، یکی خواست و نمیتونست، نگاهش رو به دریا بود ولی راه رو نمیدونست. دوتا آینده مبهم، یه تابستون بی خورشید، همون فصلی که رایامون به سرکش فرو پاشید. و حالا پس از دیدن ابی در دبی به دیدن خانواده سابق ابی در 30 سال پیش می رویم. خانواده ای که مانند خیلی از خانواده های کوچ کنندگان در غربت عمر کوتاهی داشت و هنوز در آن دوران شما عشق به خانه مادری را در رکای ایرانیان که پرجوش است حس می کنید. می خوام برم به خونه 30 سال پیش. دلیل زنده بودن از عشق زنده بودنه، میخوام برم به خونه که سقفش پناهه، تمام گفتنی ها جاشون توی نگاهه. دعای خیر مادر باشه پشت و پناهم، بگم عزیزترینه نباهد با نگاهم، دم مغرب تو خونه سر سفره بشینیم، محبت رو بشه تو چشم مادر ببینیم. رفتن به خون است پیاده یا سواره، خستگی تو جاده ها دیگه معنی نداره، همه دوری میدونم دور از گهواره هامون، الهی من بمیرم واسه درد دلامون. میخوام برم به خونه به جایی که صفا هست، تو گوشه و کنارش یه عالم وفا هست، توی نگاه مادر یه عالم تنها بمونی، یه دنیا تکیه گاه هست. میخوام برم به خونه به جایی که صفا هست، گوشه و کنارش یه عالم وفا هست، توی نگاه مادر یه عالم دعا هست، اگه تنها بمونی یه دنیا تکیه گاه هست. و اما در اینجا حالا که از بازگشت به خانه آنچنان خبری نیست، می نشینیم پای صحبت یک افسر فعال سیاسی دیگر، تیمسار معین‌زاده، که به همراه عده‌ای از افسران سابق در شهر پاریس بسیار فعال بود و سازمان آنها نشریه آرا را منتشر می کرد که متعلق به ارتش رهایی بخش ایران بود در 30 سال قبل. آقای تیمسار معین‌زاده، مطالعه میکردم مجله آرا رو و متوجه شدم که ارتش رهایی بخش ایران در این اواخر یک مقدار فعالیت‌هایی رو در داخل ایران هم آغاز کرده، ممکنه قدری برای بینندگان تلویزیون ایرانیان شما شرح بدیم؟ تشکر میکنم آقای نمونادی. خواهش میکنم. دفعه اوله که با تلویزیون شما صحبت میکنیم و از این همه زحمت که شما میکشین، چون دورا دور ناظر هستیم،
برای روشن کردن ذهن مردم هموطنان مقیم کالیفرنیا. خیلی سپاسگزارم. در رابطه با فعالیت‌های ما در اون چی که در داخل انجام میشه، باید براتون برسونم که آرا از روز نخست معتقد به این بود که ما هر حرکتی میخوایم بکنیم باید از داخل بکنیم، و این داخل مردم ما در داخل، نظامیان ما در داخل، عشایر ما در داخل هستن که یه روزی میتونن در برابر این رژیم به پا خیزن و مملکت نجات بدن. شاید سوال کنیم که چرا پس بیرون ما ها فعالیت میکنیم و فعالیت بیرونمون در چه زمینه یه؟ باید براتون برسونم که ما در بیرون حکم از نظر ارتشی حکم یه ستادی را داریم که به هر حال هماهنگ میکنیم، یه مقدار فعالیت ها را یه مقدار راهنمایی میکنیم، هم قطارها و دوستان مبارز داخلمون رو یه مقدار فعالیت های اونها را در بیرون نشون میدیم که چه کارهایی دارن میکنن، یه مقدار در نشون دادن چهره رژیم خوناشام مسلط بر کشورمون فعالیت میکنیم. یعنی که در داخل فکر نمی کنم که به این صورت جواب بگم که در اخیراً در مدت کوتاه یا در چند ماه گذشته ما فعالیتمون چشمگیرتر شده، چون این فعالیت ما از اول در داخل داشتیم، ولی روز به روز که جلوتر میریم بیشتر و بیشتر و بیشتر فعالیت میکنیم، برای اینکه هم هموطنانمون احساس میکنیم که دیگه در بیرون خسته شدن، هم خدایی نکرده فکری نمیکنیم که طولانی شدن زمان ممکنه باعث بشه که این هموطنامون مایوس بشن. ما برای اینکه هموطنامون در خارج مایوس نشن این فعالیتامونو هرچی بیشتر ادامه میدیم و امانزاده این سرپا هستیم. بعد این همکاری شما با قشری از ارتشیان داخل ایران آیا خطری هم برای اینو به وجود میاره؟ 100%. رژیم آنچنان مراقب در وهله اول ارتش و در وهله دوم سایر مردم رو ارتش حساسیت خاصی داره رژیم، اینه که ما چون حرکتمون حرکت زیرزمینیه، اینه که توضیح بیشتری من نمیتونم در این زمینه بدم، ولی ما فعالیت میکنیم در کنار سایر گروه ها. همه گروه ها این فعالیت رو دارن، من با احترام از همه گروه های مبارزه برون کشوری برون از کشور یاد میکنم که همشون فعالیت میکنن، همه هم هدفشون نجات ایران و براندازی رژیم. میخوام بدونم آیا انتظار این رو دارید که فعالیت سویل غیر ارتشی ها هم کمک خیلی زیادی بکنه به براندازی خمینی؟ فعالیت اگر اون که من متوجه شدم، اگر نظرتون این هستش که آیا در این براندازی ارتشی ها به تنهایی باید کار بکنن یا با همیاری یا همکاری یه چیز، بنده معتقدم که تلاش برای براندازی رژیم خمینی باید با همیاری و همکاری همه ایرانیا باشه. البته رژیم، مسئله براندازی رژیم باید در وهله اول به دست نظامیا باشه. این نظامیا، چه نظامیا که در خارج از کشور هستن که همشون فعالن، هر کدوم حالا یه عده در گروه فلان سازمان سیاسی هستن، یه عده در گروه یا آقای دیگه هستن، همه ارتشی ها که در گروه های فعال و مبارز خارج از کشور فعالیت میکنن و چه ارتشی ها که در داخل هستن، به نظر من حرکت اول حرکت نظامی باید باشه، چون در برابر این رژیم با این خفقانی که در مملکت به وجود آورده، با این فشاری که روی مردم آورده، با این اسلحه‌ای که دست افراد غیر مسئول قرار گرفته، جز یک نیروی نظامی قوی کسی دیگه نمیتونه این رژیم ساقط بکنه. البته سیاسیون، مردان سیاسی ما، وطن پرستای ما که در لباس سیویل هستن، همه باید کمک کنن. در فردای براندازی رژیم مملکت، اداره مملکت باید به دست سیویل باشه، به دست سیاست مداره باشه. پس شما به شورش مردم یا انقلاب مردم یا انقلاب دوباره مردم اعتقاد ندارید؟
انقلاب یا شورش نه، ولی مردم جونشون به لب رسیده، مردم خودشون حرکت شروع کردن و این رژیم خواهند انداخت. ولی اون روزی که مردم اگر یک نظم و نظامی در مملکت نباشه، خدای نکرده، شما فکر کنین که تمام مردم ما، تمام خانواده های ما، هر یک به یه نوعی به نحوی ضربه خوردن از این رژیم. یکی بچهش از دست داده، یکی پدرش کشتن، یکی برادرش کشتن و مسائل دیگه که خوب مسبوق هستین. این مردم همه در فکر انتقامن. اگر یه نظم، اگر یه قدرتی در مملکت نباشه که این مردم رو آرام بکنه و قانون رو مستقر کنه، حکومت قانون رو مستقر کنه، من پیش بینی میکنم، فکر میکنم که کشتار خیلی عجیبی خواهد شد تو مملکت. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به تلویزیون ایرانیان دادید. تشکر میکنم، سلامتی شما و موفقیتتون آرزو میکنم. متشکرم. و ما در هفته‌های اخیر هفتمین جلد از خاطرات اسدالله علم، وزیر دربار آخرین پادشاه ایران، منتشر گردیده. این کتاب همچون 6 جلد کتاب دیگر این خاطرات ما را به واقعیت‌های پنهان حکومت شاهنشاهی نزدیک می‌کند. دکتر علی خانی که ویراستاری این کتاب را به عهده دارد، در پیشنویس این جلد اشاره دارد که محمد رضا شاه به فکر سربلندی کشور بود، ولی هرگاه که قدم‌های سازنده و مفیدی برمی‌داشت و نتیجه مطلوب آن را می‌دید، در فکر بهره‌برداری از این موقعیت و مستحکم کردن حکومت خود بود و به همین دلیل در اواخر سالهای 20 شمسی پیگیر آن شد که قانون اساسی کشور به نفع قدرت او تغییر کند، و این همان دست بردن در قانون اساسی بود که قوام السلطنه و دکتر مصدق با آن بسیار مخالف بودند، زیرا می دیدند که در اثر آن حاکمیت مردم تنزل پیدا می کند و با اصل انقلاب مشروطه نیز مغایر است. و در پی آن شاهد درگیری شدید در سال 32 با دکتر مصدق بودیم. در کتاب آمده است که مرحوم قوام السلطنه در ارتباط با تغییر قانون اساسی طی نامه‌ای به پادشاه نوشت که اگر این کار را بکنید، پایه‌های حکومت پادشاهی حتما به خطر می‌افتد، که افتاد. و ما از طرفی در رابطه با اصلاحات ارضی که کار بسیار بزرگی و با اهمیتی بود، خانم دکتر هما ناطق در مصاحبه‌ای با من اشاره دارد که شاه برای اینکه بتواند اصلاحات ارضی و حق برابری زنان و شرکت آنها در انتخابات را ممکن سازد، مجلس را برای مدتی تعطیل کرد تا بتواند این کار را به رأی مردم گذاشته و عملی سازد. این هم یک جنبه مثبت این قدرت شاه به حساب می آید و سیاست تعطیلی مجلس در کشور جهان سومی ما با این مذهبیون عقب افتاده از تاریخ که ما امروز آنها را حاکم بر کشور ما می‌بینیم، به نظر من کار بسیار منطقی و سازندگی بزرگی بوده است که باید به حساب تدبیر پادشاه گذاشت. هرچند که می‌دانیم در موارد دیگر حق و حقوق مردم ما نادیده گرفته شده و در بعضی موارد نیز پایمال گردیده است. به هر حال جلد هفتم کتاب یادداشت‌های علم بسیار خوانده نیست. تا هفته آینده با دیگر کوچ کنندگان به نوروز نزدیک می شویم و شما را نیز تنها نخواهیم گذاشت. با ما باشید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با